بدانید آنچه را به قیمت گرفتید پس یک بر پنجم حصه آن از آن خدا رسول خویشاوندان یتیمان مسکینان و مسافران است اگر با خدا و آنچه در روز تمایز حق از باطل روز رویارویی دو قدرت برای بنده خود نازل گردانیدیم ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیز تواناست نزدیکتر مدینه بودید و ایشان به طرف دورتر و کاروان پایانتر شما و اگر شما با یک دیگر وعده هم برای رو در می کردید یقینا در ایفای وعده خود خلاف می ورزیدید ولی با هم روبرو شدید تا خداوند کاری را که شدنی بود به انجام رساند تا کسی که هلاک می شود به دلیل روشن هلاک شود و کسی هم که زنده می ماند به دلیل روشن زنده بماند و بیگمان خداوند شنوا و داناست اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور و بیادار وقتی را که خداوند در خواب ایشان را به تو کم نشان داد اگر ایشان را به شما بسیار می نمود بیگمان سست می شدید و در کار جهاد منازعه می کردید ولی خداوند شما را حفظ کرد واقعا خداوند براز درون سینه ها آگاست و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا و الی الله ترجع الامور بیادارید وقتی را که به ایشان روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان داد و شما را در چشمهای ایشان کم جلوه نمود تا خداوند کاری را که شدنی بود به انجام رساند و همه امور به خداوند ارجاع می شود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا و اذکروا الله کثیرا لعلكم تفلحون ای مؤمنان چون با گروهی برای جنگ روبرو شدید پس ثبات ورزید و خداوند را زیاد یاد کنید تا باشد که رستگار شد و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم و اصبروا ان الله مع الصابرین و خداوند و پیامبر او را فرمان برید و با یکدیگر منازعه مکنید تا مبادا سست شوید و نیروی مقاومت شما از بین برود و باید شکیبایی ورزید بیگمان خداوند با شکیبایان است
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ومانند کسانی مباشید که با سرکشی و خودنمایی به مردم از خانه های خود بیرون شدند و مردم را از راه خداوند باز می داشتند و خداوند به آنچه می کنند فراگیرنده است. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم فلما تراءت الفئتان نکص على شیطان کردار گناه آلودشان را به آنها زیبا جلوه داد و گفت امروز به شما هیچ کسی از مردم غالب نمی شود و من بیگمان به کنار شمایم، اما همین که آن دو گروه با هم روبرو شدند به عقب برگشت و گفت بیگمان من از شما بیزارم، یقینا من چیزی را می بینم که شما نمی بینید، بیگمان من از خدا می ترسم و خداوند سخت عذاب کننده است. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بيادار وقت راك منافقان وآناني كدر دلهايشان بمرياس ميقفتن اینها را دینشان فریب داده است و کسی که با خدا توکل کند پس بیگمان خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق. و اگر فرشتگان را ببینی به هنگامی که روح کافران را میگیرند و به روحها و پشتهایشان میزنند در حالی که به ایشان میگویند عذاب آتش سوزان را بچشید. ذلک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این سبب اعمال است که دستهای شما از پیش فرستاده است و خداوند هرگز به بندگان ستمگار نیست. كذب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوی شدید العقاب. درست مانند روش فرعونیان و کسانی که پیش از ایشان بودند از آیات خداوند انکار کردند پس خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت، بیگمان خداوند قوی و سخت عذاب کننده است. ذلک بان الله لم یکن غیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم و ان الله سميع عليم. این سبب است که خداوند هرگز نعمتی را که به قوم ارزانی کند تغییر نمیدهد تا آنکه ایشان چیزی را که در نهاد خیش دارند تغییر ندهند و حقا که خداوند شنوا و داناست. كذب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. درست
مانند روش فرعونیان و کسانی که پیش از ایشان بودند آیات پروردگار خیش را تکذیب کردند، پس ایشان را در اثر گناهانشان هلاک کردیم و قوم فرعون را غرق ساختیم و همه ستمکار بودند. این شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بیگمان بدترین جنبندگان در نزد خداوند کسانی اند که کافر شدند، پس ایشان ایمان نمی آورند. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. کسانی که از آنها عهد گرفتی سپس در هر باری عهد خود را می شکستند و ایشان از خدا نمی ترسند. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اگر ایشان را در جنگ دریافتی پس با از بین بردن ایشان کسانی را که در عقبشان قرار دارند متفرق بساز تا باشد که پند بگیرند. و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم على سواء خیانت داشتی، عادلانه پیمانشان را به سویشان بینداز، یعنی نقض پیمان را به گونه یک جانبه اعلام کن. خداوند هرگز خیانتکاران را دوست ندارد. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. کافران نپندارند که از مسلمانان پیش دستی کردند، ایشان هرگز مسلمانان را عاجز ساختن نمی توانند. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما دشمنان تا آنجا که می توانید از نیرو آماده سازی و هم از اسب‌های کمان تا بدین وسیله دشمنان خدا و دشمنان خیش را بترسانید و دیگران غیر از آنها، یعنی آن دشمنان پنهانی را که ایشان را نمی شناسید اما خداوند ایشان را می شناسد و هر آنچه را در راه خدا صرف می کنید با شما باز داده می شود و شما مورد ستم واقع نمی شود. و این فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. اما اگر با صلح تمایل نشان دهند تو نیز با صلح بگیرای و بر خداوند توکل نما، حقا که خداوند هم اوست شنوا و دانا. و این یریدو این یخدعوك فا این اگر بخواهند تا تو را فریب دهند بگمان خدا تو را بسنده است، هم اوست که تو را به مدد خیش و به مؤمنان تأیید کرد. و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن دل
هایشان را به هم الفت داد. اگر تو تمام آنچه را که در روی زمین است هم خرج می کردی، دلهایشان را به هم الفت داده نمی توانستی، مگر خداوند بینشان الفت داد، حقا که هم اوست صاحب قدرت منی و با حکمت. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر، برای تو خدا و کسانی از مسلمانان که تو را پیروی می کنند بسنده است. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، و این یکم پیامبر، مؤمنان را به جنگ برانگیز. اگر از شما 20 تن صابر و با ثبات باشند، بر 200 تن غالب می شوند. اگر از شما 100 نفر باشند، بر 1000 نفر از کافران غالب می گردند. به این سبب که ایشان مردمانی اند که نمی فهمند. شما سبک ساخت و دانسته بود که در شما ضعف است، پس اگر از شما 100 تن سبک باشد، بر 200 تن غالب می شود، و اگر از شما 1000 تن باشد، بر 2000 تن به اراده خداوند غالب می شود، و خداوند با شکیبایان است. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. برای پیامبری سزاوار نیست که اسیران جنگی داشته باشد تا در زمین نیرومند گردد. شما مال و متاع دنیا را می خواهید و خدا آخرت را می خواهد، و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. لولا کتاب الله سبق لمستم فيما أخذتم عذاب عظيم. اگر حکم سابقی از جانب خدا نمی بود، یعنی که بدون ابلاغ امت را جزا نمی دهد، با شما در برابر جزیه که گرفتید عذاب شدید می رسید. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله چه به غنیمت گرفتید حلال وار و پاکیزه بخورید و از خدا بترسید، حقا که خداوند آمرزنده مهربان است. یا ایها النبی کل من فی ایدیکم من الاسرا یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا والله غفور رحیم. ای پیامبر، به آنانی که در دست شما اسیرند بگو، اگر خداوند در دلهای شما خیر را دریابد، در برابر آنچه از شما گرفته شده چیزهای بهتر برای شما میدهد و شما را میآمرزد، و خداوند آمرزنده مهربان است. و این یریدو خیانتک فقد خان الله من
ایشان اراده خیانت را با تو داشته باشند، پس بیگمان ایشان پیش از این با خدا هم خیانت کردند. پس شما را بر ایشان مسلط ساخت و خداوند دانا و با حکمت است. کردن و در راه خدا و مال و جان خود جهاد نمودند و آنانی که به مهاجرین پناه و کمک دادند، اینها دوستان یعنی کارساز یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، شما هیچ گونه ولایت یعنی مسئولیت در برابر آنها ندارید تا ایشان نیز هجرت کنند، و اگر در امور دینی از شما مدد جویند، پس بر شما تا به ایشان کمک کنید، مگر بر ضد مردمی که بین شما و بین ایشان پیمان است اقدام نورزید، و خداوند به آنچه می کنید بیناست. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. کافران دوست یعنی کارساز یکدیگرند. اگر شما این کار را نکنید، یعنی پیوستگی خود را با یکدیگر حفظ نکنید، در زمین آشوب و فساد بزرگی برپا می شود. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. و آنانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد ورزیدند، و آنانی که به مهاجران پناه و کمک دادند، همانهایند مسلمان واقعی. برای ایشان آمرزش و روزی سخاوتمندانه است. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فأولئک منكم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله این الله بكل شیء علیم. و آنانی که بعدن ایمان آوردند و هجرت نمودند و با شما یک جا جهاد کردند، پس ایشان نیز از شمایند و خیشاوندان در احکام خدا بعضی بر دیگر سزاورترند. بیگمان خداوند به هر چیز داناست. براءت من الله و رسوله الى الذین عاهدتم من المشرکین. این اعلام انحلال تعهدات بیزاری است از جانب خدا و پیامبر او و کسانی از مشرکان که با ایشان پیمان بسته اید. فسیحوا فی الارض اربعه اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله وان الله مخزی الکافرین. پس چهار ماه در روی زمین گشت و گذار کنید و بدانید که خداوند را عاجز ساخته نمی توانید و خداوند کافران را حتما رسوا ساخته نیست. و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء
المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ابلاغی است از جانب خدا و پیامبر او به مردم در روز حج اکبر که خداوند از مشرکان بیزار است و پیامبر او نیست. پس اگر توبه کنید این به خیر شماست، ولی اگر از توبه خودداری کنید پس بدانید که خداوند را عاجز ساخته نمی توانید و کافران را به عذاب دردناک بشارت بدید. کسانی از مشرکان که با ایشان پیمان بستید و سپس با شما به چیز کوتاهی نکردند و بر ضد شما کسی را پشتیبانی نکردند، پس پیمان خود را با ایشان تا موعد معین آن به سر رسانید، حقاً که خداوند پرهیزگاران را دوست می‌دارد. چون ماه‌های حرام به سر رسید در هر جایی که مشرکان را می‌یابید بکشید، ایشان را بگیرید، محاصره کنید و در هر کمینگاهی به سر راهشان بنشینید، یعنی طوری که همه راه‌های آمد و شد بر ایشان بسته شود. اگر توبه کنند و نماز را به تمام و کمال برپا دارند و زکات بدهند پس راه ایشان را باز گذارید، حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. و این المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. و اگر یکی از مشرکان از تو پناه بخواهد او را پناه بدی تا کلام خدا را بشنود و سپس او را به محل امنش برسان، این سببی است که ایشان مردم نادانی هستند. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم این چطور می تواند نزد خدا و نزد پیامبر او برای مشرکان پیمانی باشد بجز کسانی که شما با ایشان در نزد مسجد الحرام پیمان بستید؟ پس به هنگامی که آنها در پیمان خود در برابر شما پا بر جا باشند شما هم با ایشان پا بر جا باشید، حقا که خداوند پرهیزگاران را دوست می دارد. کیف و این يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. چطور می تواند چنین پیمانی پا بر جا باشد در حالی که اگر بر شما غالب آیند در مورد شما نه علایقی که شاوندی را رعایت می کنند و نه هم پیمانی را، شما را به زبان خود خوش می سازند ولی دلهایشان از شما متنفر است و اکثر ایشان فاسق هست. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما
های ناچیز گرفتند و بسا مردم را از راه او باز داشتند، حقا که بد است آنچه ایشان می کنند. لا یرکبون فی مؤمن الا ولا ذمه و اولئک هم المعتدون. در برابر هیچ مسلمانی نه علایق خویشاوندی را رعایت می کنند و نه هم پیمان را، و هم ایشانن تجاوزگر. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. پس اگر توبه کنند و نماز را به تمام و کمال برپا دارند و زکات بدهند، برادران دینی شمایند و به این ترتیب آیات خود را به مردمی که می دانند تفصیل می دهند. و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا سوگندهای خود را بعد از پیمان بستن نقض کردن و دین شما را مورد طعن قرار دادن، پس با پیشوایان کفر مقاتله کنید، بگمان ایشان را سوگندی نیست، یعنی به سوگند خود پابند نمی باشند تا باشد که خودداری کنند. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. آیا با مردم مقاتل نمی کنید که سوگندهای خود را نقض کردند و به اخراج پیامبر تصمیم گرفتند؟ و ایشان بودند که اول به جنگ در برابر شما آغاز کردند، آیا از ایشان می ترسید؟ پس خداوند سزاورتر است که از او بترسید اگر مسلمان هستید. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین. با ایشان مقاتله کنید، خداوند ایشان را به دست شما عذاب می کند، ایشان را رسوا می سازد، شما را بر ایشان پیروز می گرداند، سینه های گروه مسلمان را شفا می بخشد. و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم. و خشم دلهایشان را می زداید، خدا توبه هر کی را بخواهد میپذیرد، خداوند دانا و با حکمت است. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله. پنداشتید که از شما صرف نظر خواهد شد و خداوند آن ایده از شما را که جهاد کردند و جز خدا و پیامبر او و مسلمانان کسی را محرم اسرار خود نگرفتند متمایز نمیگرداند؟ و خداوند به آنچه میکنید آگاهست. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. برای مشرکان مجاز نیست که مساجد خدا را اعمار کنند، در حالی که ایشان بر کفر خیش گواهند، همین هایند که اعمالشان حبطه شده است و ایشانند که در آتش همیشه اند. ولم يخش
کسی مساجد خدا را از نظر عبادت و ساختمان آباد می سازد که با خدا و روز آخرت ایمان آورد، نماز را به تمام و کمال برپا دارد، زکات را بپردازد و جز خدا از کسی دیگر نترسد، پس امید می رود که چنین کسانی از رهیابان باشد. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا آب دادن حاجیان، حفظ یا مراقبت مسجد حرام را و عبادت کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده اند مساوی میپندارید؟ هرگز در نزد خداوند این دو گروه مساوی نیستند و خداوند گروه ستمگاران را رهیاب نمی سازد. آنهایی که ایمان آوردند، هجرت کردند و در راه خدا با مال و جان خیش جهاد نمودند، در نزد خداوند درجه بزرگتری را حائزند و هم ایشانند پیروزمند. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. پروردگارشان به آنها رحمتی را از نزد خیش و نیز رضامندی خیش و جنتهایی را بشارت می دهد که در آنها نعمتهای جاودانی است. خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. ایشان در آن جاودانه به سر می برند، بیگمان این خداست که در نزد او مزد بزرگ است. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم مؤمنان. پدران و برادران خود را در صورتی که کفر را بر ایمان برگزینند دوست مگیرید و اگر کسی از شما ایشان را دوست بگیرد پس هم ایشانند ستمگاه. قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر نزد شما پدران شما، فرزندان شما، برادران شما، همسران شما، خویشاوندان شما، ثروتی که اندوخته اید، تجارتی که از کساد آن بیم دارید یا منازل رهایشی که به آن خوشنود می شوید، از خدا و پیامبر او و جهاد در راه او پسندیده تر باشد، پس در انتظار آن باشید که خدا فرمانش را صادر کند، یعنی شما را مورد عذاب خیش قرار دهد و خداوند مردم فاسق را هدایت نمی کند. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرت و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم
خفتم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بيغمان خداون شمارا در بسا ميدان ها مدد کرد و در روز حنین نیز آنگاه که شما را کثرت جنگاوران شما به شگفت انداخت، اما آن کثرت جنگاوران نیازی را از شما دفع نکرد و زمین با همه فراخی آن بر شما تنگ گشت و سپس پشت گشتانده عقب نشینی کرد. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بعد از آن خداوند آرامش خود را بر پیامبر خویش و مؤمنان ارزانی فرمود و لشکرهای را فرستاد که آن را ندیدی، کافران را عذاب کرد و این از جزای کافران. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بعد از آن خداوند توبه هر کسی را که بخواهد میپذیرد و خداوند آمرزگار و مهربان است. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. أي مؤمنون وقت مشركان پلیدا بنابران بعد از این سال ایشان به مسجد الحرام داخل نشوند و اگر از فقر می ترسید، در صورتی که خدا خواسته باشد شما را به زودی از فضل خویش توانگر می سازد. بیگمان خداوند دانا و با حکمت است. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. با کسانی که نه با خدا ایمان دارند و نه هم به روز آخرت و نه چیزی را که خدا و پیامبر او حرام گردانیده حرام میپندارند و نه هم دین حق را میپذیرند، با چنین مردمی از اهل کتاب مقاتله کنید تا با احساس تسلیمی جزیه بدهند و ایشان ذلیل باشد. و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا یکفون. یهود گفتند که عزیر پسر خداست و نصارا گفتند که عیسی پسر خداست. این گفتارشان است و دهانشان گفتاری است بیهوده. ایشان به این گفتار خیش با کافران پیشین شباهت دارند. خدا آنها را بکشد، چگونه از راه حق برگردانیده می شوند؟ اتخذوا احبارهم و ربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه کاهنان و رهبانان خود را به جز خدا و حیث معبود گرفتند و نیز مسیح پسر مریم را، در حالی که مأمور نشده بودند مگر به اینکه خدای یکتا را بپرستند
ذاتی را که جز او هیچ معبودی نیست، پاک است از آنچه شریک می آورد. یریدون این یطفئوا نور الله بافواههم و یأبى الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند تا نور خدا را با دهنهای خیش خاموش کنند، ولی خداوند این را نمیگذارد تا اینکه نور خود را کامل کند، اگرچه مشرکان را خوش نیاید. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوست که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را بر همه دینها پیروز سازد، اگرچه مشرکان را خوش نیاید. یا ایها الذین آمنوا این کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ای مؤمنان، بیگمان بسا ظلما و رهبانها واقعا مال مردم را بناحق میخورند و مردم را از راه خدا باز میدارند و کسانی که طلا و نقره را ذخیره میکنند و آن را در راه خدا خرج نمیکنند، پس ایشان را به مجازات دردناک بشارت دهید. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. روزی که بر آنها آتش دوزخ تابنده می شود و با آنها پیشانی ها، پهلو ها و پشت هایشان داغ کرده می شود و با ایشان گفته می شود این از چیزی که آن را برای خود ذخیره کرده اید، پس بچشید چیزی را که ذخیره کرده اید. این عدت الشهور عند الله 12 شهران في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بیگمان شمار ماها نزد خداوند 12 ماه است در کتاب خدا. در روزی که آسمان ها و زمین را آفرید چنین حکم شد، از آن جمله 4 ماه آن حرام یعنی صاحب حرمت است. این است روش استوار. پس در این دوره 4 ماه بر خود ستم نکنید و با مشرکان همه مقاتله کنید، چنان که همه ایشان با شما مقاتله می کنند، و بدانید حقا که خداوند با پرهیزگاران است. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
نسخی یعنی تأخیر مالهای حرام زیادتی است در کفر که با آن کافران گمراه گردانیده می شوند. ایشان ماه را یک سال حلال و همان ماه را سالی دیگر حرام می شمارند تا شماره ماهایی را که خدا حرام ساخته پورا کنند و به این ترتیب آنچه را خدا حرام گردانیده حلال سازند. اعمال ناشایسته ایشان به نظرشان خوب جلوه می کنند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازند. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ای مؤمنان، شما را چی شده که چون به شما گفته می شود در راه خدا به جهاد برایید، خود را به زمین سنگین می سازید، یعنی از جان نمی جنبید؟ آیا به زندگی دنیا به عوض آخرت خوشنود می شوید؟ در حالی که متاع دنیا در برابر آخرت نیست مگر اندک. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگر به جهاد بر نیایید شما را به عذاب دردناکی عذاب می کند و قوم دیگر را به جای شما قرار می دهد و به خدا هیچ ضرری رسانیدن نمی توانید و خدا به هر چیز تواناست. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر او یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را کمک نکنید، بیگمان خداوند او را هنگامی کمک کرد که کافران او را بیرون راندند. او دوم دو نفری بود که در غار بودند. هنگامی که به یار خیش می گفت غم مخور، حقا که خدا با ماست، پس خداوند آرامش خود را بر او نازل فرمود و او را با لشکرهای تأیید کرد که آنها را نمی دیدی و کلمه کافران را فروتر ساخت، یعنی ایشان را زبون و خار گردانی، و کلمه اراده و حکم خدا همان است بلندتر و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. به جهاد برایید، سبکبار یا گرانبار، و در راه خدا به مال و جان خود جهاد کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت علیهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اگر دستاورد زودرس و سفر آسان می بود بیشک تو را پیروی می کردن، مگر مشقت بر ایشان دراز شد. به زودی به خدا سوگند می خورند که اگر می توانستیم بیگمان با شما بیرون می شدیم. ایشان خیشتن را هلاک می کنند و خدا می داند که بیگمان ایشان یقینا دروغ گویند. عفا الله عن کلمه اذنت لهم حتی
حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. خداوند تو را بخشید، شرا ایشان را اجازه دادی تا کسانی که راست گفتند به تو روشن می شد و دروغگویان را می شناختی. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. آنهایی که به خدا و روز جزا ایمان دارند از تو از این که با مال و جان خود جهاد کنند اجازه نمی گیرند و خداوند با حال پرهیزگاران آگاهست. انما یستأذنك الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. صرف آنهایی از تو اجازه می گیرند که با خدا و روز آخرت ایمان ندارند، دلهایشان در شک است و ایشان در شک خیش به تردده. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اگر اراده بیرون شدن را می داشتند بیگمان برای آن آمادگی می گرفتند، ولی خداوند از بیرون شدنشان ناخشنود بود، پس ایشان را سست گردانید و گفته شد با کسانی که نشسته اند بینشین. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین. اگر در بین شما بیرون می شدند با شما جز سستی چیزی دیگر نمی افزودند و در بین شما شایع پراگنی می کردند تا شما را به فتنه اندازند و در میان شما کسانی هم بودند که به ایشان گوش فرا می دادند و خداوند به حال ستمکاران آگاست. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بیگمان از پیش نیز فتنه جویی کرده بودند و کارها را برای تو وارو نکردند تا آنکه حق جای خود را گرفت و حکم خداوند غالب گردید، در حالی که ایشان کراهیت داشتند. و منهم من یقول ائذنی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. و از ایشان کسانی اند که میگویند برایم اجازه بده و مرا به فتنه مینداز، هان به فتنه افتادند و بیگمان دوزخ به کافران از همه جوانب فراگیرنده است. این تصبك حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. اگر به تو خوشی دست دهد ایشان را ناراحت می سازد و اگر به تو مصیبتی برسد می گویند مصلحت خود را قبلا در نظر گرفته ای و با شادمانی بر می گردند. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. بگو جز آنچه خداوند نصیب ما کرده به ما نمی رسد، اوست کارساز ما و باید مؤمنان خاص به خدا توکل ورزند. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. بگو آیا برای ما جز این دو خوبی یعنی پیروزی یا شهادت انتظار میبرید؟ ولی ما به شما انتظار میبریم که خدا برای شما از نزد خیش یا به دست ما عذابی برساند، پس انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار کشنده هستیم. قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم إنكم كنتم قوما فاسقين. بگو به خوشی یا ناخوشی خرج کنید، از شما هرگز قبول نمی شود، زیرا شما قوم واقعا فاسق هستید. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهیچ چیز مانع قبول صدقاتشان نشده جز اینکه ایشان از خدا و پیامبر او انکار کرده اند و به نماز نمی آیند مگر با کسالت و در راه خدا خرج نمی کنند مگر اینکه کراهیت دارند. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. پس دارایی و اولادشان ترا به شگفت نیاندازد، در حقیقت خدا می خواهد ایشان را به این دارایی و اولاد در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان در حالت براید که کافرند. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وبخدا سوگند میخورند که واقعا ایشان از شما اند، ولی در حقیقت ایشان از شما نیستند، مگر ایشان مردمی اند که از نشان دادن چهره واقعی خود سخت میترسند. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. اگر پناهگاهی یا غارهای یا درامتگاهی میافتند واقعا به سوی آن عدول کرده می بودند و به شتاب می رفتند. و منهم في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وأز إيشان كساني آن كي بر تو در مسألة تقسيم صدقه ها عيب ميكيرن، اگر به ایشان سهمی از آن داده شود خوشنود می شوند، ولی اگر به ایشان از آن داده نشود در آن حال خشمناک می گردند. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اگر صرف با آنچه خدا و پیامبر او برایشان داده بود راضی می شدند و می گفتند برای ما خدا بسنده است، خدا و پیامبر او به زودی از فضل خیش برای ما می دهند، ما واقعا از خدا می خواهیم نه از کسی دیگر، این برایشان بهتر بود. اینما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بیگمان صدقه ها یعنی زکات برای ناداران، مسکینان، موظفان اداره وجوهات زکات، مؤلفت القلوب، آزادی بردگان، پرداخت قرض قرضداران و در راه تقویت آیین خدا و برای مسافران فریضه است از جانب خدا و خداوند دانا و با حکمت است. و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لكم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منكم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم. و از آنها یعنی منافقان کسانی اند که پیامبر را اذیت می کنند و می گویند او شنوای سخن هر کسی است، یعنی گپ راو است. بگو او سخن شنوی است که بخیر شماست. او به خداوند ایمان و به مسلمانان اعتماد دارد و رحمتی است برای کسانی شما که ایمان دارند، ولی آنهایی که پیامبر خدا را اذیت می کنند برایشان عذابی دردناک است. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ. برای شما با خدا سوگند می‌خورند تا شما را خوشنود سازند، ولی خدا و رسول او سزاوارترند که خوشنود ساخته شوند اگر ایشان مؤمن هستند. أَلَمْ يَعْلَمُوا آیا نمی دانند کسی که با خدا و پیامبر او مخالفت و نزاع کند حقا که برایش آتش دوزخ است، در آنجا همیشه به سر می برد. این است رسوایی بزرگ. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. منافقان از این میترسند که مبادا سوره درباره ایشان نازل شود که ایشان را به چیزی که در دلهایشان است آگاه میسازد. بگو تمسخر کنید، بیگمان خداوند چیزهایی را که از افشای آن میترسید برملا کننده است. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اگر از ایشان بپرسی با تأکید میگویند ما صرف حرفی میزدیم و مزاح میکردیم. بگو آیا به خدا آیات او و پیامبر او تمسخر میکردید؟ لا تعتبروا قد کفرتم بعد ایمانکم این نعفو عن طائفت منکم نعذب طائفتا بأنهم كانوا مجرمين. بهانه نکنید، بیگمان بعد از ایمان خود کافر شدید. اگر ما گروهی از شما را عفو کنیم گروه دیگر را که گناهکار بودند عذاب میکنیم. المنافقون والمنافقات بعضهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. مردان منافق و زنان منافق از هم دیگرند، به کار بد امر می کنند و از کار پسندیده باز می دارند و دستهای خود را از داد و دهش فرو می بندند. خدا را فراموش کرده اند،
پس او هم ایشان را فراموش کرد. بیگمان منافقان هم ایشانند فاسق. وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کافران آتش دوزخ را وعده کرده است، در آن همیشه و سر می برند. این برایشان بسنده است و خداوند ایشان را لعنت کرده است و برایشان عذابی است دائمی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. درست مانند کسانی که پیش شما بودند، از شما در نیرو قوی تر بودند و مال و اولاد بیشتری داشتند. ایشان از نصیب خیش بهره اندوز شدند، شما هم از نصیب خیش بهره اندوز شدید. همان گونه که آنهایی که پیش شما بودند بهره اندوز شدند و با گفتار بیهوده منهمک شدید، چنان که ایشان منهمک شدند. همان هایند که اعمالشان در دنیا و آخرت هبته شده است و هم ایشانند زیانکار. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المؤتفکات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. آیا به ایشان داستان پیشینیانشان نرسیده است؟ داستان قوم نوح، عاد و ثمود و قوم ابراهیم، مردم مدین و شهرهای زیر و رو شده، برای ایشان پیامبرانشان با نشانه‌های روشن آمدند. خدا بر ایشان ستم نکرده بود، بلکه این خود آنها بودند که بر خیشتن ستم می کردند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. مردان مسلمان و زنان مسلمان دوست و حامی یک دیگرند، به کارهای پسندیده امر می کنند و از کارهای بد باز می دارند. نماز را به تمام و کمال برپا می دارند، زکات را می پردازند و خدا و پیامبر او را فرمان می برند. هم ایشانند که خداوند به زودی ایشان را مورد رحمت خیش قرار می دهد. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
خداوند برای مردان مسلمان و زنان مسلمان بهشت های را وعده کرده است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و رهایشگاه های پاکیزه در بهشت های همیشگی و بزرگتر از همه رضای خداوند و این است همانا پیروزی بزرگ. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت گیر، جای ایشان دوزخ است و چی بد جای است. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. با خدا سوگند می خورند که کدام چیز بد نگفتند، ولی بیشک کلمه کفر را به زبان آوردند و بعد از اسلام خیش کافر شدند و تصمیم به چیزی گرفتند که آن را به سر رسانیدن نتوانستند. انتقام نگرفتند مگر این را که خدا و رسولش ایشان را از فضل خیش بی‌نیاز ساخته است. اکنون اگر توبه نمایند این برایشان خیر است و اگر روی برتابند خداوند به عذاب دردناک ایشان را در دنیا و آخرت عذاب می کند و ایشان را در روی زمین نه کارسازی است و نه هم مددگاری. و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. و از ایشان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند که اگر از فضل خیش ما را برخوردار ساخت بیگمان صدقه می دهیم و بیگمان از مردم نیکوکار می شویم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون. اما چون از فضل خود به ایشان ارزانی کرد بخل ورزیدند و از پیمان خیش برگشتند و از ایفای آن اعراض کننده بودند. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. پس به سبب خلف وعده‌ای که با خدا کرده بودند و دروغی که گفته بودند در آخر کار نفاق را در دلهایشان جا داد و تا روزی که او را ملاقات می کنند این حالت دوام دارد. الم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. آیا نمی دانند که خداوند سخنان پنهان و رازشان را می داند و خداوند به همه امور غیب کاملا داناست؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم. آنانی که داوطلبان مسلمانان را در صدقاتشان مذمت می کنند و آنانی را که جز ثمره کار خیش چیزی را نمی یابند که صدقه بدهند تمسخر می کنند، خداوند خود ایشان را مسخره کرده است و برایشان عذابی دردناک است.
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. خواه تو برای ایشان طلب آموزش بکنی یا طلب آموزش نکنی، اگر تو 70 بار هم برای ایشان طلب آموزش کنی، هرگز خداوند ایشان را نمی آموزد. این سبب است که ایشان از خداوند و پیامبر او انکار کردند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. متخلفان غزوه تبوک از اینکه به مخالفت رسول خدا به جای خود نشستند شادمان شدند و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهیت نشان دادند و گفتند در گرما به جهاد بیرون نروید. بگو آتش دوزخ در گرمای خود شدیدتر است، اگر ایشان میفهمیدند. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگیرند، این جزای کارهایی است که انجام میدادند. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. پس اگر خدا تو را به سوی گروهی از ایشان بازگردان که از تو اجازه بیرون شدن و جهاد را بخواهند، بگو ابدا با من بیرون نشوید و هرگز همراه من با دشمنی نجنگید. بیگمان شما در نخست به نشستن با متخلفان خوشنود شدید، پس اکنون نیز با متخلفان بینشید. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بر هیچ یک از ایشان که بمیرد ابدا نماز مگذار و بر قبر وی ما ایست، حقا که ایشان از خدا و پیامبر او انکار کردند و در حالی که فاسق بودند مردند. ولا تعجبك اموالهم و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اموال و اولادشان تو را به تعجب نیندازد، بیگمان خدا اراده کرده است تا ایشان را به وسیله آن در دنیا عذاب کند و روحشان در حالی برآید که کافر باشند. و اذا انزلت سورة ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم و قالوا ذرنانكم مع القاعدین. و چون سوره نازل شود که ایشان را توصیه کند به خدا ایمان آرید و به همراهی پیامبر او جهاد کنید، توانگران ثروتمندشان از تو اجازه یعنی معافیت می خواهند و می گویند ما را بگذار تا با بازنشستگان از جهاد باشیم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم
بهم فهم لا يفقهون. به این خوشنودن که با بازماندگان یعنی زنان خانه‌نشین باشند، بر دلهایشان مهر زده شده است، پس ایشان نمی فهمند. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ولی پیامبر و مسلمانان همراه او با مال و جان خود جهاد کردند و هم ایشانند که هم خوبی ها از آن ایشان است و هم ایشانند رستگاه. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم. خداوند به ایشان بهشت‌هایی را آماده ساخته که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد، در آن جاودانه به سر می‌برند. این است رستگاری بزرگ. و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم و قعد الذین کذبوا الله و رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وعذر خواهان از بادی نشینان نیز آمدند تا به ایشان نیز اجازه معافیت داده شود و آنهایی که خدا و پیامبر او را تکذیب کردند از جهاد باز نشستند، به زودی عذاب دردناک دامنگیر کافرانشان می شود. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. بر ناتوانان، بیماران، آنانی که چیزی نمی‌یابند تا آن را در راه خدا مصرف کنند گناهی نیست، به شرطی که با خدا و پیامبر او صادق باشند. به ملامت کردن نیکوکاران راهی نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. و نه هم به کسانی ملامتی راجع می شود که چون پیش تو آمدند تا ایشان را به وسیله سواری برداری، به ایشان گفتی چیزی نمی آبیم که شما را بر آن برداریم، در حالی که از چشمانشان اشک جاری بود از اندوه این که برای مصارف حمل و نقل خود چیزی نمی آبند برگشتند. انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بیگمان راه ملامتی بر کسانی است، یعنی کسانی مؤاخذه می شوند که از تو اجازه معافیت می گیرند در حالی که توانگرند. ایشان به این خرسندند که با بازنشستگان یعنی زنان خانه نشین باشند و خداوند بر دلهایشان مهر زده است، پس ایشان نمی دانند.